ساعتی پیش رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی به تازگی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده 8 آبشار رو که هر کدام شامل 174 سانتریفیوژ IR6 هستند تا یک ماه دیگه در فوردو نصب میکنه. همینطور بر اساس این گزارش ایران به آژانس اطلاع داده که میخواد 18 آبشار سانتریفیوژ IR2 رو هم در نتنز نصب کنه. پیشتر خبرگزاری تسنیم گفت فعالیت‌های تازه ایران در فوردو و نتنز ادامه داره و واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام محدود نمیمونه. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، آمریکا چطور داره دنبال میکنه تحولات رو؟ آمریکا میدونیم پیش از اینکه قطعنامه توبیخی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیاد گزارش‌های مخابره شده بود که مخالف هستند با اینکه این قطعنامه بخواد صادر بشه، هرچند که به شکل گسترده اون گزارش‌ها رو رد کردند. اما خب الان داریم اقدامات واکنشی جمهوری اسلامی رو به اون قطعنامه می‌بینیم. کنفرانس خبری وزارت خارجه دقایقی پیش فرداد اینجا در واشنگتن تمام شد. من از متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه پرسیدم که خب این گزارش‌ها رو دیدید که رویترز روز پنجشنبه مخابره کرده در این رابطه که جمهوری اسلامی چگونه داره واکنششون میده به اون قطعنامه، نظر شما چه هست؟ ترسی و حراسی که وجود داشت پیشتر در گزارش آمده بود که ایالات متحده از اقدامات واکنش ایران داره، آیا هنوز ارزیابی شما این هست که جمهوری اسلامی داره بدتر لجبازی میکنه یا نه؟ که بریم پاسخ آقای میلر رو ابتدا بشنویم. اقدامات انجام شده یا اقداماتی که شورای حکام در گزارشی که منتشر کرده ادعاهای ایران مبنی بر این که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را تضعیف می‌کنه. این اقدامات فقط نگرانی‌های ابراز شده توسط شورای حکام آژانس در هفته گذشته را تقویت می‌کنه. اگه اجرا بشن ما بر اساس همون اقدامات پاسخ می‌دیم. فرداد، صحبت‌های آقای میلر رو می‌شنیدیم که واکنش آمریکا این هست که اگر آن چیزی که بازرسان آژانس از داخل ایران روز پنجشنبه گزارش دادند به تایید آژانس برسه که جمهوری اسلامی این اقدامات رو داره انجام میده، در واکنش ایالات متحده پاسخ درخوری رو خواهد داد. حالا اینکه جمهوری اسلامی این آبشارها رو نصب کرده، این رو اول بگم که روز چهارشنبه رویترز آمد به نقل از دیپلمات‌های آگاه در وین گفت که جمهوری اسلامی برای تلافی آمده و تصمیم گرفته که سانتریفیوژ پیشرفته نصب بکنه هم در فوردو و هم در نتنز، و آن زمان روز گذشته گفتند که بازرسان آژانس از داخل ایران گزارشی رو به سمع و نظر اعضا خواهند رسوند که اون گزارش دقیق تر به ما خواهد گفت که جمهوری اسلامی چه کاری داره انجام میده. پنجشنبه گزارش آمد، باز طبق سنت همیشگی به رویت رویترز رسید و بر اساس این گزارش که خودت هم اشاره کردی 18 تا آبشار سانتریفیوژی رو در نتنز بنا داره که نصب بکنه و 8 تا آبشار سانتریفیوژی رو در فوردو. 8 تا آبشار در فوردو، هر آبشار 174 سانتریفیوژ IR6 هست. IR6 سانتریفیوژ پیشرفته‌ای هست که به موجب برجام جمهوری اسلامی اجازه استفاده از این سانتریفیوژ رو نداره. اینها رو روز یک شنبه و دو شنبه جمهوری اسلامی به اطلاع آژانس رسونده. روز سه شنبه، یک روز بعد، آژانس بازرسانش رو فرستاده و از اون 8 آبشاری که جمهوری اسلامی مدعی شده بود 2 تا رو نصب کرده. اما این نصب کردن ها الزاماً به معنای این نیست که داره غنی سازی رو با این سانتریفیوژ های پیشرفته انجام میده که گاز هگزافلوراید رو تزریق کرده به این سانتریفیوژ ها. پیشتر 18 ماه پیش که ما قطعنامه های توبیخی دیگری علیه برنامه هسته ایران داشتیم، در آن زمان هم همین تهدیدی رو کرده بود که سانتریفیوژ پیشرفته بیشتری رو میبرم نصب میکنم و این کار رو هم کرده بود، ولی بر اساس گزارش‌ها که از همین رویترز میامد گازرسانی انجام نداده بود. به این معنی که فقط این سانتریفیوژها رو نصب کرده و عمل غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% رو با این سانتریفیوژها انجام نداده. پس اگر برگردیم به صحبت‌های میلر که میگه اگر آژانس تایید بکنه ما هم واکنش درخور نشون خواهیم داد، به این معنی است که این سانتریفیوژها رو جمهوری اسلامی اونجا گذاشته، 2 آبشار رو میدونیم گذاشته، روز سه‌شنبه تایید شده. اما اینکه این سانتریفیوژها رو به کار بیاندازه یک داستان دیگری است و شاید واکنش‌های درخور دیگری اونطور که آقای میلر میگه در پی داشته باشه. ممنونم از سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما.